در این قسمت از برنامه هم دو تا از مهمانان خیلی عزیز و محترم و گرامی با ما هستند کسانی که همیشه کوشش میکنند بخش های زیبایی کشور ما را به تصویر بکشند عکاسان موفق کشور ما آقای ز... سید جمال الدین و رضا حیدری شهابی دک مهمانان امروزی ما هستند بسیار خوش آمدین مهمانان عزیز و گرامی صحبتان بخیر سلامت باشین من عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتان خدمت شما است. سلامت باشین همچنان شما خوش آمدین سلامت باشین هم من خدمت شما و همه بیننده های عزیز در سر تا سر افغانستان عزیز سلام و صبح خیر عرض میکنم سلامت باشین ما خیلی خوشحال هستیم از اینکه شما را امروز در برنامه صبح زندگی داریم و قسمه که امروی بینیدای عزیز ما هم صحبت های شدی کردم در ابتدا گفتم که شما کسایی هستین که همیشه تلاش میکنین که زیبایی های کشور ما افغانستان و به تصویر بکشین و همیشه کوشش میکنین که جنبه های مثبت را به مردم نشان بدین بیاین از هنر عکاسی صحبت بکنین که چقدر مدت میشه شما عکاسی میکنین سلامت باشید من خدمت شما عرض کنم که عکاسی خبری و فوتو در دانشگاه خواندم بسیار علی. و در ابتدا اکاسی خبری میکردم اما بعدا که با جناب آقای شاه بدک آشنا شدیم دیگر بیشتر با اکاسی خیابانی و آشنایی با هنر اکاسی و استفاده از او به عنوان یک ابزار آشنا شدیم و تقریبا شش 7 سالی میشه که عکاسی می بسیار علی و آقای رضا شما چه مدت میشه که در هنر عکاسی مصروف هستید پیش از اینکه من روز خدا شروع کنم اجازه میخوام که یک بیت شیر و یک صحبت کوتاه داشته باشم باز سوال شما را جواب میتونم بی سر خواب تو را میبینم بی پر به بام تو میپرم انگور سیاه هم به بوی دهان تو شراب میشوم سمندر ای که به زیر شعله چشمه آب جسته منم نوروز منی تو با جان نو خریده به دیدارت میدوم شکوفه های تو هم من به شور میوه شدن در هوای تو پر میکشم قبل از اینکه من در مورد عکاسی صحبت شروع کنم اجازه میخوام که به همه بینندگای عزیزتان سلام کنم در جای جای کره خاکی و پیشاپیش پیش نوروز را نوروز باستانی را تبریک بگم سلامت باشین من, من رضای دری شابیدک هستم متولد سال 61 و, و در این مدتی که در افغانستان هستم هر جایی که امروی رفیقا میشونم میگم که من در 36 سالگی سیما میشه که وطن نمی بینم متاسفانه به دلیل جنگ هایی که بود ما در ما در یک سالگی همراه پدر مادر مهاجر شدیم و در این سه ماه به لطف و مدد دوست عزیزمان جناب سجادی یک سه ماه میشه که وطن هستیم بسیار در مهاجرت حدود سالهای های هفتاد و هشتاد بود که من علاقه من به سینما شدم یک دوره یک ساله فیلمسازی بود که گذراندم و خیلی زیاد شیفته عکاسی شدم و از همون سال از سال 7980 کماکان مصروف عکاسی کردن هستم بسیار علی در این مدت چقدر شما عکاسی هایی که کردین و تصاویری که خودتان داشتین در نمایشگاه های برگزار کردین و تا چه اندازه توجه مردم را جلب کرد در واقع میشه گفت که ما, ما خب یک در هنر یک دوران هنرجویی مطمئنا هست و او کماکان ادامه داره منتها در چهار پنج سال اخیر میشه گفت که تمام هم ما در واقع برای رشد و گسترش عکاسی در فضای مهاجرت بین در واقع علاقمندان و جوانان مهاجر بوده بر همین اساس ما چهار پنج سال پیش یک گروپی را جور کردیم و و در واقع همو منطقه ای که ما میشینیم که در واقع شبیه یک شهرک میمانه و نامش گل شهر است نام گروه هم به همو اسم ماندیم به اسم گروه حکاسان گل شهر و در واقع تمام تلاش ما ای بوده که به وسیله عکس ها در واقع او فضای رعب و وحشتی که در زندگی مهاجرین بود و او سیاه که با واسطه رسانه ها و اینا ایجاد شده بود سعی میکردیم که او را به نحوی با رسانه عکس در واقع تغییر بتیم و زیبایی های مهاجرت نشان بتیم خیلالی آقای سید جمالودین شما بیشتر دوست دارین چه تصاویر را بگیرین کدام منظره ها به دید شما خیلی خوشایند هست و کلان هم هدف شما است هنر عکاسی چه هست؟ با خدمت شما این رقمی عرض بکنم که اگر یک سرچ کوچیک در دا گوگل داشته باشیم درباره افغانستان میبینیم که بیشتر عکس های خشن با یک تم بسیار غمناک و تراژیک روبرو میشیم اما من فکر میکنم که افغانستان از منظر عکاسان خارجی رقم بوده ولی برای من که یک افغان هستم افغانستان سرشار از زیبایی سرشار از احساس من وقتی که در خیابان های کابل یا در قریه های اطراف یا در شهرهای دیگه قدم میزنم احساس میکنم که یک اجحاف بزرگ در حق, در حق هنر عکاسی در افغانستان شده یعنی عکاس های خارجی که آمدن بیشتر اونمو جنبه منفی افغانستان نشان دادن و رسالت ما به عنوان یک هنرمند افغان است که اون نیمه دیگه زندگی در افغانستان یعنی زیبایی ها و خوبی ها و لحظات سرشار از عشق و محبت رو باید تصویر کنیم واقع. که یک تصویر جدید و خوب از افغانستان واقعا مشکه. خیلی عالی متاسفانه تعداد زیاد از افراد هستن وقتی که تصویر برداری میکنن یا هم عکاسی میکنن به همیشه همیشه تلاشانی بوده که جنبه های منفی جامعه را انعکاس بدن ولی چه خوب از در کنار از اینکه گاه اوقات ما جنبه های منفی را کوشش میکنیم انعکاس بدیم کوشش بکنیم که بعض از زیبایی های جامعه را هم با تصویر بکشیم تا مردم هم بیشتر با زیبایی افغانستان عزیز ما آشنا شوند زیباترین عکس که تا حال شما گرفتین چه تصویر بوده؟ این یک انتخاب بسیار سخت است اتفاقا مشابه همین سوال هم من در یک کنفرانسی که در 2017 در برلین آلمان برگزار شد تحت عنوان هنر و مهاجرت من افتخاری رو داشتم که به نمایندگی از گروه افریده گلشر در اونجا حاضر باشم بحب. و خبرنگار آلمانی تقریبا یک مشابه سوال شما رو پرسید که از بین عکس های خودتان کدام بیشتر دوست دارین ما یک عکسی ات... که خیلی خود ما با او ارتباط قلبی برقرار میکنم یک از اساتید ما گفت که از مادر خودتان یک پورتره بگیرین و من روز اول که آمدم پورترا بگیرم خب پورترا گیری یک کار بسیار آسان است اما وقتی آمدم از مادر خود پورترا بگیرم دیدم پای مشول میشه و نمیتونم این کار انجام بدم حاصل از او یک پورتری شد که در واقع مادر ما در حال سبزی پاک کردن هست بله. و یک لبخندی هم به طرف ما زده که ما او عکس قاب کردیم و در اتاق خودم ماندیم و به عنوان یک از بهترین های خودم هست. واقعا خیلی هر فرد که در زندگی خود مطمئنن که بعض از زیبایی ها برش خیلی مهم و ارزشمند می باشه و بخصوص کسایی که عکاس هستن و همیشه در قسمت کار کردن مثل شما واقعا که بعض تصاویری که گرفته میشه انسان با دیدنش احساس برش پیدا میشه و همیشه دوست داره که مو تصویر بار بار ببینه حالا ما رزا اگر از شما بشنویم کدام تصویرتان بیشتر انگیزه بخش و کدام تصویرتان بیشتر بر مردم احساس غمگینی را داشته که با دیدن او تصویر بیشتر شما از مهاجران که داشتین مردم غمگین شده باشند و احساس مهاجران را درک کرده باشند به نحوه؟ در واقع او ژانری که ما کار میکنیم در عکاسی به عنوان عکاسی مستند اجتماعی یک مقداری گره خورده با مشکلات و دردهای مردم و ای که شما میگین که گاهن ممکن است که سیاهنمایی در او ها دیده شوه ای ناگذیر است به خاطر اینکه هیچ جامعه ای و هیچ انسانی بدون درد نمیشه منتها مراتب من خودم همیشه سعی میکنم که در عکس ها به نوعی یک مبارزه داشته باشم با کلیشه های تصویری که از در واقع هم در زمانی که در مهاجرت بودیم و هم حالی که در افغانستان هستم همیشه سعی میکنم که اون مبارزه رو داشته باشم و او کلیشه ای که در واقع سرشار از سیاه از زندگی مردم افغانستان در هر جایی که هستن وجود داره در واقع با اون مبارزه کنم و سعی میکنم که تا جایی که امکان داره در عکس ها رنگ وجود داشته باشه در عکس ها حس شادی وجود داشته باشه مم. یکی از عکسهایی که من به شدت دوست دارم در واقع عکسی است کمی چند وقت پیش در برچی ماهی فروش هایی که لب سرک هستند و از پیاده که تر میشیم دو دست و بوی ماهی است و رفت آمد آدم ها هست و گاه گداری شعاع نور خورشید است و بحب. اینها و من اونجا یک عکس گرفتم و بسیار عکس خوش دارم خیلی خیلی سامن. قشنگ خب در مورد مناطقی که در افغانستان وجود داره و خیلی زیبا است از دیدگاه شما کدام مناطق کشور ما بیشتر مناسب به خاطر عکاسی است من فکر میکنم که هیچ جای افغانستان خالی از زیبایی نیست و بخشی از در واقع جلوه زیبایی در عکس ها منوط به نگاه خود عکاس است که در واقع نگاه نافذی داشته باشه و او را به شکل بدی بتانه که ثبت بکنه و ولی من همیشه در زمانی که دور از افغانستان بودم در واقع در بامیان هر وقت عکس از بامیان میدون واقعا میشه گفت که موبتنم سیخ میشد و همیشه آرزو میکردم که یک روزی ما بنده امیر بامیان ببینم بله واقعا که بامیان از جمله ولایات خیلی زیبا و قشنگ ما هست که مناظر خیلی جالب و دیدنی دارن ما هم تا به با بامیان سفر نکردیم ولی دوست دارم آرزوی ما هم که یک روز به خیر برم به با ولایت بامیان و بتونم که بند میره و سایر مناظر جالبی که در این ولایت قشنگ ما وجود داره بتونم از نزدیک ببینم بخیر ان با هم بریم ان شاء الله خب قسمی که معلوم میشه شما هم یک کمری با خود آوردین آقای سید جمال الدین میشه که اگر شما در رابطه کمره صحبت داشته باشین و کم بر ما معرفی بکنین که چطور از این کمرا استفاده میشه و چطور میتونیم تصاویر بسیار قشنگ را بگیریم البته خود خب کامرا مال جناب آقای شاه بده که اگر خود ایشان توضیح بدن من فکر میکنم که بهتره چون که ابزار عکاسی مثل یک رفیق میمونه دقیقاً و از عکاسا دیگه کمرشان بسیار رفیق صمیمی شان هست دیگه فکر میکنم که خود آقای شاه بده که صحبت بهتره مشکل نیست بفرمایید شما عرض میشه که من همیشه در, اکاسی هم کس در های عکاسی هم که هست رفیقا و نرجیای که هستن میگم که در واقع وسیله بخشی از کار ماست احا. و در واقع, در واقع میشه گفت که همه چیز در اکاسی نیست و اون نگاه ماست که در واقع میتونه یک عکس خوب خلق بکنه بل. و حالا من نمی فهم که چه توضیح باید بدم در مورد خب درست خب چی نظر دارین که اگر اجازه شما هر دو باشم مهمانان عزیز که من یک تصویر از شما را بگیرم و شما باز بدن خودتان قضاوت بکنین که آیا ما هم میتونم یک اکاس خوب باشم در آینده یا خیر خب ابتدا که هر کمره فرق میکنه طرز روشن شدن و طرز استفاده کردنش میشه در این مورد هم کم معلومات بتین چطور میتونم روشن بکنم شما و... به آسانی با فشار دادن دکمه میتونید آه، ولی اجازه بدید که من روی همون روی ای باشه، پی باشه، خوبه؟ خوب. خوب. درست،, شما درست. خب حال دیگه آماده است که آه. من عکس این فشار دانم دانم دکمه از داخل دکمه ویزور هم. که نگاه کنین درست میتونید که عکس بگیریم درست، به منیتورش دیگه نبینیم نه، نه، فقط از داخل ویزور بگیریم خیلی عالی فکر کنم یک قسمتش فوکس نامده اشکال نداره اینا اینا رو شما ببینین که ای... چطور آمده بسیار عالی فوکس شما روی آقای شاه بدک بوده و فکر بله شما, شما بسیار... کمه که دی فوکس آمده دیگه آدم شانس نداشته باشه بسیار آلا. حتماً، حتما در شما این استعداد وجود داره که به خیر عکاس خوب بشه تشکر سلامت باشین اگر فرصت مساعد باشه و شما هر دو هم اگر مرا من حیث شاگرد قبول بکنین حتما ان که یک درس عکاسی را از شما خاطر یاد اگر شما ما رو بامیان ببرین ما ممونج براتون کورس عکاسی حتما ان <laughs> چرا نه خب اگر شما موافق باشین که همین لحظه هم چند تصویر همکاران ما آماده کردن که شما گرفته بودین شما هم بر ما معلومات بتین که تصاویر از کجاها بودن و توضیحات بیشتر از شما می همین لحظه هم تصاویر آماده هست که همکارای ما نشر میکنن خب میشه در مورد این ویدیو معلومات بتین که از کدام قسمت و از کجا هست شما بگید. من فکر میکنم که رویداد جهانی فوتوواک هست که فوتو واک 2017 که هر سال اکاسا در یک روز در خیابان میبراین و همراه کمیرشان شروع میکنن به عکاسی از نقاط مختلف شهر تقریبا در اینجا میبینین که نزدیک صد عکاس که مجموعا از بچه های مهاجر افغانستانی در مشهد ایران بودن دیگه عکاسی رو شروع کردن و یک روز عکاسانه را رو در واقع در کنار همدیگه گذراندن بسیار قشنگ واقعا که مال میشه ویدیو هم بسیار خیلی مقبول زیبا آماده شده و مردمی که در حال حرکت هستند و از این مناظر هم شما اما بیشتر افراد که عکاس هستند در اینجا اشتراک کردن و کوشش میکنن به نحو تصاویر بسیار زیبا بگیرن من یک توضیح کوچولو کوچک در مورد این ویدیو بدم زحمت تدوینش تدوین و یایشه یک دوست خیلی خوب داریم به نام مصطفی رضایی که در همون گل شهر منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم هستن بسیار از اک... از بسیار خوب هستن و و در واقع اون منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم قسمی است که از دیگر نقاط شهر زیاد رفت و در اونجا وجود ندارد چون منطقه مهاجر نشین است و اینا ما گاهن اکاسای ایرانی را دعوت میکردیم که بیان در اون منطقه از نزدیک ببینن اکاسی کنن بح. و در واقعی هم بخشای از همون برنامه است بسیار خوب واقعا خیلی عالی است و انشالله که شما هم در کارهای بعدیتان و در آینده هم موفق باشین و بتانین که بیشتر بدرخشین واقعا تصویر خیلی زیبا و جالب هست که همکار ما هم آماده نشر کردن خدا کنه شما عزیزان هم با دیدن این جشن واره کسایی که بیشتر علاقه مند عکاسی هستن پس از این کوشش بکنن که به نحو آموزش عکاسی را ببینن و پس از او هم میتونن که یک عکاس بسیار خوب و موفق باشن خب لنز کمره تا چی اندازه اهمیت داره به خاطر گرفتن تصویر خوب ما این شما دیگه پاسخ میدم. و اوی که شاتر و دیافراگم و لنز و همه چیز در واقع در اینجای آدم هست در قلب آدم و کامیرا در واقع یک, یک ابزار است که اصلا اهمیت نداره برخلاف ای که آقای شاه بیدک میگن اهمیتش کمه من میگم اصلا اهمیت نداره و مهم او اندیشه و او احساسیه که درون یک عکاس هست که ما میبینیم این احساس اگر در یک شاعر باشه تبدیل به یک شعر میشه در یک داستان نویس باشه تبدیل به یک داستان خوب میشه و اگر درون یک عکاس باشه یک عکس بسیار خوب میشه گاهی اوقات میبینین که یک تصویر شما میبینین بحید. با یک کیفیت چندانی نداره اما یک احساس خوبه در شما برمیانگیزانه و این نشان میده که در واقع لنز و کامره و همه چیز درون خود عکاس هست اما خب بی هم نیست بحید. ما لنزهای های مختلفی داریم م -م. لنز تله، لنز نرمال، لنز واید، لنز فیشای و هر کدوم یک خواص مربوط به خود بله، یک جهان تشکر از حضور شما امروز هم تعداد زیاد از جوانان هستند که علاقه خاص به خاطر عکاسی دارند و بیشتر توسط موبایل خود عکس برداری کنند ولی به گفته شما که اگر ما دید زیبا داشته باشیم بتونیم زیبایی ها را کشف بکنیم میتونیم که با یک کمری بسیار ساده تصاویر و عکس های بسیار مقبول بگیریم بازم یک دنیا تشکر از حضور شما آقای سید جمال و رضا حیدری شاه بیدک از اینکه امروز در برنامه تشریف آوردین و عکس های خیلی قشنگ و زیبا را که شما هم ویدیوی را آماده کرده بودین همراه ما و داشت شریک کردین و صحبت های خوبه که داشتین وقت خوش برتون سلامت باشین اکجان سپاس شاید شاید شما شاید. سلامت, سلامت باشین از شما هم تشکر میکنم. کنم بیننده عزیز و مهربان نیم ساعت اخیر برنامه صبح زندگی را فراموش نکنین با خبرهای تازه از دنیای ورزش خبرهای تازه از دنیای سینما مرور می داشته باشیم بر با روزنامه های چاپی و نظریات قشنگ که شما از طریق صفحه فیسبوک برنامه با ما شریک ساختین در این لحظات از برنامه شما و گزارشگر خوب ما هموین افغان تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آرلینا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سبسکرایب کنین